98 نمبر صورت صورت البینه است از پاره 30. صورت البینه تلاوت فارسی ترجمه و تفسیر از معارف القرآن مؤلف دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمت الله علیه. تلاوت سورة البینه. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فارسی ترجمه سورة البينة. سورة البينة مدنية وهي سمان آیت. سورة بينة در مدینه منوره نازل شده و دارای 8 آیت می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به نام خدای بی حد مهربان و بی نهایت رحم رحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، نبودن آنان که منکر هستن از اهل کتاب، و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، و مشرکان باز آینده تا این که برسد به آنها سختی سخن واضح. فارسی ترجمه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، نبودن آنان که منکر هستند از اهل کتاب و مشرکان باز آینده تا این که برسد به آنها سخن واضح. رسول من الله یتلو صحفا مطهره، رسول از الله می خواند اوراق پاک را، رسول از الله می خواند اوراق پاک را. فیها کتب قیمه، در آنها نوشته شده کتاب‌های محکم، در آنها نوشته شده کتاب‌های محکم. و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، و تفرقه‌ای که آمد در اهل کتاب پس از آن است که آمد پیش آنها سخن واضح، و تفرقه ای که آمد در اهل کتاب پس از آن است که آمد پیش آنها سخن واضح. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيم. و به آنها دستور رسید که عبادت کنند خدا را، خالص کننده برای او عبادت را به راه ابراهیم علی نبینا علیه السلام، و برپا دارند نماز را و بدهند زکات را، و این است راه مستحکم. و ما امروا الا لیعبدوا الله، و به آنها دستور رسید که عبادت کنند خدا را، خالص کننده برای او عبادت را به راه ابراهیم و برپا دارن نماز را و بدهن زکات را، و این است راه مستحکم. آنانی که منکر شدند از اهل کتاب و مشرکان. ان الذين كفروا
من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. آنانی که منکر شدن از اهل کتاب و مشرکان می باشند در آتش دوزخ برای همیشه، آنها هستند از همه مخلوق بدتر. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریه. یقین کردند و انجام می دادن کارهای نیک ایشان هستند از همه خلق بهتر. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریه. آنانی که یقین کردند و انجام دادن کارهای نیک ایشان هستند از همه خلق بهتر. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای همیشگی است که جاری هستند، در زیر آنها جویها میمانند، در آنها جاویدان. راضی است از آنها الله و راضی هستند آنها از او. این برای کسی است که ترسید از پروردگار خویش. ترجمه هفتم آیت جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای همیشگی است که جاری هستند، در زیر آنها جویها میمانند، در آنها جاویدان. راضی است از آنها الله و راضی هستند آنها از او. این برای کسی است که ترسید از پروردگار خویش. تفسیر از معارف القرآن فارسی. خلاصه تفسیر: کسانی که از اهل کتاب و مشرکان قبل از بعثت نبوی کافر بودند، آنها هرگز از کفر خود باز آینده نبودند تا وقتی که نزد آنان دلیل واضح نیاید، یعنی رسول خدا، آن که صحیفه های پاک را پیش آنها بخواند که در آنها مطالب درست نوشته شده است. مقصود از آن قرآن است. منظور این که کفر آن کفار چنان شدید بود و چنان در جهل مبتلا بودند که بدون وسائط رسول بزرگی امید براه آمدن آنها وجود نداشت. لذا خداوند برای اتمام حجت خویش با آن حضرت صلی الله علیه و سلم قرآن را عنایت نموده، او را مبعوث کرد و آنها می بایستی این را غنیمت دانسته بر آن ایمان می آوردن. اما کسانی که اهل کتاب بودند، یعنی پس غیر اهل کتاب به طریقه اولا، پس از رسیدن این دلیل روشن در این مختلف شدن، از دین بر حق هم اختلاف ورزیدن و اختلاف را از قبل با و اختلاف را از قبیل با هم داشتن، آن را برطرف ننمودن که از دین بر حق پیروی نمایند و نسبت به مشرکین به طریقه اولا. از این جهت گفت
که نزد آنها از قبیل علم آسمانی وجود داشت وجود نداشت، در حالی که با آنها در کتب گذشته چنین دستور رسیده بود که خدا را چنان عبادت کنید که عبادت را برای او یک سو قرار داده خالص بگردانید. مانند ادیان باطل کسی را با خدا شریک قرار ندهید و با نماز یا و با نماز پابند باشید و زکات بدهید و همین است راه درستی. این مضامین یاد شده و نشان داده شده، حاصل مطلب این که به اهل کتاب در کتابهای خودشان حکم شده بود که قرآن و رسول خدا ایمان که در کتابهای خودشان حکم شده بود که بر قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورند و تعلیم قرآن همین بود که در بالای با کتب قیمه تعبیر گردید. بنابراین عدم پذیرش این قرآن مستلزم مخالفت با کتابهای خودشان است. این اتمام حجت علیه اهل کتاب بود. مشرکین اگرچه به کتابهای گذشته تسلیم نبودند، اما حقانیت روشن حضرت ابراهیم علی نبینا علیهم السلام نزد آنان مسلم بود و این به طور قطع ثابت است که حضرت ابراهیم کلن از شرک مبرا بود و موافق بودن کتب قیمه یعنی قرآن با آن روش ظاهر و روش است ظاهر و روشن است. بنابراین علی آنان هم اتمام حجت گردیده، مقصود از تفرقه اندازان و مخالفان بعضی از آن کافران هستند که ایمان نیاوردند و از قرینه مقابل معلوم گردید که کسان دست از تفرقه و مخالفت برداشتند که اهل ایمان بودند. سپس بعد از بیان سزای عمل و پاداش دو قسم کفار، اهل کتاب و مشرکین، نیز مسلمانان را با صراحت بیان می فرماید. بدون شک آن دسته از مشرکین، آن دسته از اهل کتاب و مشرکان که کافر گشتند، آنان در آتش دوزخ برای همیشه خواهند ماند و ایشان بدترین خلایق هستند و بدون شک کسانی که ایمان آوردن و اعمال نیک انجام دادن، آنان بهترین خلایق هستند. پاداش آنها نزد پروردگارشان بهشت دائمی است که در زیر آن جویها جاری هستند و برای همیشه تا ابد در آن خواهند ماند و خداوند از آنان راضی و آنها از خداوند راضی می باشند. نه از آنها معصیت واقع می شود و نه برای آنان امر ناگوار پیش می آید که در آن عدم رضا از دو طرف باشد و این بهشت و رضامندی برای کسی است که از پروردگار می ترسد، بر ترس از خدا ایمان و عمل صالح مترتب می گردد که مددار و
که مدار که مدار ورود به بهشت و کسب رضا قرار گرفت. معارف و مسائل، معارف و مسائل سورة البینه. در نخستین آیه عمومیت و غلبه بی نهایت کفر، شرک و جهالت دنیا قبل از بعثت بیان گشت. سپس فرمود مقتضای حکمت و رحمت رب العالمین جهت رفع و زدودن ظلمت عالمگیری کفر و شرک بر این قرار گرفت که همچنان که مرض آن شدید و با عالمگیر است، برای معالجه آن لازم است معالجه ماهر و حاذق اعظام گردد، زیرا بدون آن نمیتوان از این بیماری نجات یافت. سپس صفات این حکیم حاذق و ماهر بیان گردید که وجود او بینه یعنی حجت واضح برای ابطال شرک و کفر باشد. سپس فرمود که مقصود از آن معالج، آن رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که حجت واضح سی قرآن را آورد و در این مجموعه وجود فساد عظیم قبل از بعثت و انتشار جهالت و ظلم در هر طرف معلوم بود و نیز عظمت شان رسول کریم واضح شد. سپس چند صفت مهم از قرآن بیان بود. يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. يَتْلُو از تلاوت مشتق است که به معنای خواندن می آید، ولی به هر خواندن تلاوت گفته نمی شود بلکه به خواندن اطلاق می شود که کاملا موافق با تلقین خواندن باشد. بنابراین در عرف لفظ تلاوت فقط بر خواندن قرآن اطلاق می شود. صحف جمع صحیفه است، مجموعه اوراقی که در آن مطالب نوشته باشد صحیفه گفته می شود. کتب جمع کتاب است که یکی از معانی آن چیز نوشته شده است. پس با توجه به این معنا کتاب و صحیفه به یک معنا می باشند و گاهی کتاب به معنای حکم می آید، چنان که در آیه لولا کتاب من الله سبق. سورة انفال آیت 68. لفظ کتاب به معنای حکم به کار برده شده است. در اینجا همین معنای دوم مراد است، زیرا اگر آن را در معنای معروف قرار بدهیم پس کتبه عین صحب می باشد، لذا گفتن پیها معنای نخواهد داشت. مطهره این صفت صحب است. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرموده است که مراد از آن این است که این صحیفه ها از دروغ، شک، نفاق و گمراهی پاک هستند. قیمه مستقیمه صفت کتاب است. قیمه مستقیمه صفت کتاب است، یعنی این احکام مستقیم
معتدل و با انصاف هستند و نیز می تواند معنای آن مضبوط و مستحکم باشد. پس مقصود این که احکام الهی که در قرآن آمده اند تا قیامت باقی خواهند ماند. مقصود آیه این است که گمراهی اهل کتاب و مشرکین تا آن حد رسیده بود که باز آمدن آنها از عقاید باطل خیش ناممکن قرار گرفته بود، مگر این که از جانب خداوند نشانی روشن و حجت واضح پیش آنها بیاید. بنابر این خداوند متعال رسول خود را برای آنها حجت واضح قرار داده اعظام فرمود. وظیفه او این بود که صحیفه های پاکیزه را تلاوت نموده به گوش آنها برساند. منظور این که احکام می وحی الهی را به گوش آنان می رسانید که سپس در صحیفه ها نگه داشته شدند، زیرا در آغاز آن حضرت صلی الله علیه و سلم بدون صحیفه از بر تلاوت نموده به گوش آنها می رسانید و این صحیفه های پاکیزه بگونه هستند که در آنها احکام الهی وجود دارند و آنها همراه با عدل و اعتدال برای همیشه باقی خواهند ماند. و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. مراد از این تفرقه در اینجا انکار و اختلاف است بر حقانیت قرآن و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. تمام اهل کتاب قبل از ولادت و بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم متفق بودند، زیرا در کتاب های آسمانی تورات و انجیل رسالت و نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و صفات ویژه ایشان و نزول قرآن بر او به طور واضح و روشن ذکر شده بودند. بنابر این هیچ یهودی یا نصرانی در این اختلاف نداشت که محمد صلی الله علیه و سلم در آخر الزمان تشریف خواهد آورد. قرآن بر او نازل می گردد، اتباع او بر هم لازم خواهد شد، چنان که این اتفاق آنها در قرآن چنین ذکر شده است: و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یعنی این اهل کتاب قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در انتظار تشریف فرمایی او بودند و هرگاه با مشرکین درگیر و مبارزه می شد و هرگاه با مشرکین درگیری و مبارزه می شد، پس به وسیله نبی آینده خواهان پیروزی خود می شدند که با برکت نبی آخر الزمان که در آینده می آید با ما فتح و پیروزی نصیب بفرما. یا این که با مشرکان می گفتند که شما دارید علی ما زور آزمایی می کنید، اما با زودی چنان رسول دارد می آید که همه شما را سرکوب خواهد کرد و چون ما در
معیت او قرار میگیریم فتح و پیروزی نصیب ما خواهد شد. خلاصه این که قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه اهل کتاب بر رسالت و نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم متفق بودند، اما هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آورد منکر قرار گرفتند. همین مطلب را قرآن مجید چنین بیان فرموده است: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. سوره بقره آیت 89. یعنی وقتی که آن رسول یا دین برحق یا قرآن آمد که آن را بر حسب پیشگویی کتب آسمانی شناختن، به کفر مبتلا شدن. و همین مطلب در آیات مذکور چنین یادآوری شده است: و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب. یعنی سخن تعجب آوری است که قبل از تشریف فرمایی و مشاهده شما با شما اختلافی نداشتند، همه بر عقیده پیامبری شما متفق بودند، ولی همین که بینه واضح خداوند یعنی رسول آخر الزمان تشریف آورد، بین آنها افتراق پدید آمد. بین آنها افتراق پدید آمد. عده‌ای با آن جناب صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن و بسیار انکار کردن. چون این برخورد ویژه اهل کتاب بود، بنابر این در این آیه فقط از آنها ذکر با میان آمد و مشرکان را شامل ننمود، بلکه فرمود: و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب. و برخورد قبلی عام و شامل هر دو گروه اهل کتاب و مشرکین بود. لذا در آنجا فرمود: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. و در خلاصه تفسیر برخورد دوم را نیز عام و شامل هر دو گروه اهل کتاب و مشرکین قرار داده، موافق با آن بحث نموده است. والله اعلم. و ذلک دین القیمه. در اینجا بظاهر لفظ قیمه صفت کتب است که ذکر شد، که ذکرش پیشتر آمده است و بعضی آن را صفت ملت قرار دادن. حاصل آیه از این قرار است که با اهل کتاب در کتابهای خودشان دستور داده شده است که عبادت و اطاعت خویش را خالص برای خدا انجام دهند و نماز برپا دارند و زکات ادا نمایند. سپس فرمود که این مختص با آنها نیست، بلکه دین و طریقه هر ملت، ملت قیمه یا همه کتب قیمه که از طرف خداوند نازل شدن همین است. در ظاهر مراد از قیمه که صفت کتب است با قرینه سابق احکام قرآنی هستند. سپس مقصود این آیه می باشد که احکامی که شریعت محمدی با آنها داده شده است عینا همانها هستند که قبلا کتابهای آنها داده بودند. اگر این احکام برخلاف آن می بودند، آنها می توانستند آن را علت مخالفت قرار بدهند، حالان که چنین چیزی نیست. رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك لمن خشی ربه. در این آیه بزرگترین نعمت اهل جنت یادآوری شده است که خداوند از آنها راضی است، لذا اکنون خطر ناراضی وجود ندارد.
از حضرت ابو سعید نلخدوری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند به اهل جنت خطاب نموده می فرماید یا اهل الجنه، آنها در جواب می گویند لبیک ربنا و سعدیک و الخیر کل، لبیک ربنا و سعدیک و الخیر کل، پی یدیک، یعنی پروردگارا ما حاضر هستیم و برای اطاعت از دستور شما آماده هستیم، همه خوبی ها در دست شماست. سپس خداوند متعال می فرماید هل رضیتم، یعنی شما مردم راضی و خوشنود هستید؟ آنها جواب می دهند پروردگارا اکنون چه احتمال عدم رضایت هست وقتی که همه آنچه با ما عنایت شده است با کسی دیگر عنایت نشده است؟ خداوند می فرماید آیا من به شما از این بهتر و افضل نعمت عنایت نکنم؟ باز می فرماید من رضایتم را بر شما نازل کردم، اکنون هرگز از شما ناراضی نخواهم شد. رواه بخاری و مسلم و مظهری. در این حدیث نیز از اهل بهشت سوال می شود که آیا راضی هستید؟ و در این آیه اعلام گردیده که رضوان عنه، یعنی اهل جنت از خداوند نیز راضی می گردند. در اینجا بظاهر این سوال پدید می آید که خداوند و هر حکم و فعل راضی شدن وظیفه بندگی و لازمه عبودیت است و بدون آن کسی نمی توانند وارد بهشت بشود. پس در اینجا مراد از ذکر رضایت آنها چیست؟ جواب این است که با توجه به مفهوم عام رضا این درست است که راضی شدن به قضا و قدر از واجبات و فرائض زی عبودیت است، اما رضا در درجه دیگری هم دارد که از این بالاتر می باشد و آن این که خداوند مراد و آرزوی هر بنده را به او عنایت کند و هیچ آرزوی و تمنای او را فرو گذاشته ننماید. و مقصود از رضا در اینجا همین است، چنان که در سوره و الضحا در حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده است ولسوف یعطیك ربك فترضى، یعنی با زودی خداوند به شما چنین چیزی عنایت می فرماید که شما از آن راضی گردید. در اینجا هم مراد برآوردن آن نهایت آرزو هاست. بنابراین بر نزول این آیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود پس من تا زمانی که یک مؤمن در جهنم باقی بماند راضی نخواهم شد. مظهری ذالک لمن خشی ربه، در آخر سوره مدار همه کمالات دینی و نعمتهای اخروی را که خشیت الله باشد نشان داد. خشیه بهی آن ترس که طبعا کسی از دشمن یا درنده یا چیز موزی داشته باشد گفته نمی شود، بلکه خشیه با آن ترسی گفته می شود که در اثر عظمت و جلال کسی پدید آید. مقتضایش این می باشد که او در هر حال و هر حالت
با فکر رضا جویی قرار میگیره و از شبهات ناراضی اجتناب می نماید. این همان چیزی است که انسان را بنده کامل و مقبول در می آورد. تمت سورة البینه بحمد الله تعالی.